دستگاهی که تو تصویر مشاهده میکنید دیسک تاندم با طراحی جدید توسط شرکت سوماگر ماشین انجام شده. دستگاه 28 پره 20 اینچ تاندم. طراحی‌های تغییراتی تو انجام شده که مشکلات دیسک‌های تاندم که معمولاً در نمونه‌های مشابه کشاورز باش گریبانگی بوده رفع کردیم. از جمله ایجاد پشته‌ای که بعد از دیسک تاندم در وسط کار ایجاد می‌شد با تغییراتی که تو قسمت پره‌ها دادیم، ما همپوشانی پره‌ها جلو ایجاد کردیم که کامل تو عرض کار دستگاه کل مزرعه شرایط خاکورزی انجام میشه و سطح مزرعه یک نواخت عملیات خاکورزیش انجام میشه. در پره‌های عقب در هر سمتیش ما یک پره مارکر استفاده کردیم که شیارهای جزئی که در کنار مسیر حرکت هست رو اصلاح میکنه و بعد از اتمام عملیات دیسک در مزرعه زمین یک دست و یک نواخت تحویل ما داده میشه. دستگاه همون چون که تو تصویر مشاهده میکنید تقریبا با طراحی جدیدی ایجاد شده. ما سیستم تراز طولی و تنظیم عمق پره‌های جلو و عقب رو با این مکانیزمی که در جلو تعبیه کردیم انجام میگیره. توسط دو تا فنر ما سیستم تعلیق به دستگاه دادیم که سبب میشه تو موقع حمل و نقل و کار توی دستاندازهایی که به اصطلاح دستگاه حرکت میکنه ضربات حاصل از حرکت رو بگه که منتقل به سیستم مالبند تراکتور وارد نشه، که ما توی بر اساس عمق کار و نوع تراکتور ما کشش فنر و توسط این دسته کشش های فنر رو تنظیم میکنیم که حالت فنریت دستگاه تو هر عمق و تو هر ارتفاعی انجام بگیره. توی قسمت جلو ما پره ها چهار ترقیه تنظیم عرض کارشون توسط 5 درجه مختلف برای 3 نوع عملیات انجام میگیره. تو حالتی که زاویه در حدود زاویه تقریبا 23 درجه هست که توی عملیات های خاکورزی شدید مشابه شغل و کشت های دومی که ما نیاز به عملیات خاکورزی شدید نداریم میتونیم از محل شغل انجام بدیم. تو قسمت وسط میتونیم توی زمان هایی که ما بعد از نزدیک از نشون بده تا کشاورزا ببینن که دقیقاً دوباره محبت کنیم کامل ما 5 محل مختلف توی 5 عرض کار مختلف. ما زمانی که فقط ملاکمون کلوخ کوبیه، یعنی بعد از عملیات شخم گاواهن میخوام فقط کلوخ کوبی کنیم، ما بهتره از دو محل پین اولی استفاده کنیم. اگر بعد از کودپاش سانتریفوژ یا که بس پاشی یا کودپاشی کردیم میتونیم از محل تنظیم وسط استفاده کنیم. اگر برای خاکورزی شدید میخوایم مخصوصا برای کش دوم میتونیم از سوراخ‌های اول یا دوم استفاده کنیم که تو 4 تا پره این قابلیت تو داره. یا تاقانای اینا ما از تاقانهای بولبینگ داره و کاسه نمد گریس میخوره استفاده کنم. فاصله بین پره ها 17 سانت. مجموعه پره های جلو ما از واشه های استفاده کردیم که ما پره های توسط این واشه قفل میکنه. وسط واشه های یک حالت شیزلیه که براحتی مهره رو بغل میکنه و نمیذاره براحتی شل بشه. دستگاه همینجوری که میگم باید جکی داره که ما تو موقع حمل و نقل و تثبیت عمق کار ما میتونیم از جک استفاده کنیم. تو موقع حمل و نقل از یک شیر اخرومی اینجا استفاده کرده که ما تو موقع حمل و نقل خدا نگه سیستم هیدرولیک آسیبی ببینه جک خالی نکنه و پره ها به زمین برخورد نکنه. طراحی دستگاه طراحی جدید و بروزیه که نیازهای کشاورز ایرانی رو به راحتی پوشش بده. آقای مهندس، سایزهایی که میتونید این دستگاه رو تولید کنید چه سایزهایی هست؟ ما دستگاه در حالت کششی پایین ترینش از 28 پره 20 اینچ که مناسب دست تقریبا تراکتورهای 60 اسب هست شروع میشه به بالا که فعلا این دیتیزن در تقریبا نمونه سبک دستگاهمون هست. برای تحت 285 پس جواب میده. 285 یا 285 به راحتی جواب میکنه که نیازمند زراعت تقریبا ما همین تیفو داره برای قدرت ها. بعد برای قیمتش در نمایشگاه امسال این نمونه که الان در غرفه داریم؟ ما فعلا تو این نمونه محصول ما برای نمایشگاه قیمت نمایشگاهی داره که البته بعد از نمایشگاه قیمتاش خب قیمتشو میتونید به من بگید؟ قیمت این دستگاه در نمایشگاه 79 میلیون. 79 میلیون. از تسهیلات بانک کشاورزی میتونه استفاده بله، کنه؟ بله. خیلی خوب، متشکرم. تاییدیه هستش، یک سال گارانتی کامل داره پرگاه‌ها یا تاقان تا یک سال کامل بدون قید و شرط گارانتی داره. سپاسگزارم، مرسی از توضیحاتتون. متشکرم.